سلامونه او نیک هیلی موانی گرند دوستانو کلی سهر مو پخیر. هیلی منم چه سهر مو پدید خوشحالی سر پیل کرده وی. هم دارنگ منه نکم ده خاله جان سخه چه ده خبران لمره برخی تاست دروانده کرده. او پدی برخی که زل زن سر میل مدارم چه ده اغوی نوم بتاست در معرفی کمم. البته مینه مسعود تجارت پیشی لباس های افغانی از طریق آنلاین همچنان در کنار ما در برنامه هستند. بیم که صحبت های بیشتر با اینا داشته باشیم و صبح خیری همچنان. صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبحتان بخیر، تشکر از اینکه ما را به برنامه‌تون دعوت کردین. زنده و سلامت باشین. ما هم خیلی خوشحال هستیم که امروز شما را در کنار خودمان داریم. در نخست میخوایم که یک معرفی کوتاه از شما داشته باشیم، پس بفرمایید. مینه مسعود هستم، 17 سال سن دارم، تجارت پیشه‌ای هستم که از آنلاین کار میکنم. یعنی نام خدا یک کارگاه دارم که در کارگاه افرادی است که اونجا کار میکنن، صنایع دستی مثل این لباس افغانی، یعنی صنایع لباس هایی است که مربوط خود افغانستان میشه و همچنان زیورات آلات خود افغانستان. ماشاءالله با این سن خورده که شما دارین یا سن کمه که شما دارین، ماشاءالله چقدر یک دختر خانم فعال هستین. میشه که در مورد کاروبارتان بگین چقدر وقت شده که آغاز کردین؟ خیلی ممنون. من کار خود تقریبا مدت 4 ماه میشه که آغاز کردیم. بسیار خوب. و در مدت 4 ماه خیلی یعنی پربازدید بود کارایم، یعنی یک مفاد و یک فایده خوب ازش دیدم. یعنی گفتم میتونم که در مدت 4 ماه خیلی یک فایده خوب داشت. بسیار عالی. پس لباسایی که فعلا در تن دارین از کار دست خودتان است؟ بله ها، جز ایسی که مثلا لباسای افغانی است، همراهشان لباسای مثلا حجاب و بعضی لباسایی است که در روزمره مردم استفاده میکنن. نظر به تقاضای مشتری ما هم اونا را آماده میکنیم که یک کیش در چه خوب است که از تولید خود ما شما در داخل افغانستان ما شما که هست استفاده بکنیم. یک قسم ما نیاز نمیشه که از دیگر کشورها یا از دیگر جاها لباس بخواهیم و از او استفاده بکنیم. 100% بهتر است. بسیار خوب است، چون در خود افغانستان بهترین از لحاظ خیاط بگوییم، بهترین خیاط ها از بهترین طراح ها هستن که بعضی هایشان یعنی خود رو نمایی کردن و بعضی هایشان نه، یعنی استعداد های پنهان است. دیگه از اینکه خود ما خودکفا باشیم خیلی بهتر است، هم به کشور ما هم به خودمون. بدون شک. خب از کارگاه یاد کردین، چقدر حدودا شاگرد دارین؟ کارگاه های ما قرارداتی است که از کشور دوست همسایه پاکستان هم می باشند اونجا دیگه که کارمندا هستن. یعنی کار میکنن، مثلا چرم دوزا هستن و مورا دوزا، همراه اونا خود دختران خود کابل هم یعنی افغانستان هم است دیگه. با وجود از اینا ولی سرکردشان پسرا می باشند که چون هرچی باشه اونا کار بلد و اینا هستن دیگه. شاگرد تا فعلا یعنی ما نمیپذیریم چون استادا از خودشون کار میکنن، ولی در آینده نزدیک کارگاه جداگانه فقط برای دخترها آماده میسازیم، کجا خودشان کار کنن و استاد بالای سرشان باشه اونا یاد بگیرن. آها، بسیار خوب، انشالله میشه موفق باشین. در مورد فروشاتتان بگین، بیشتر مردم وقت نزد شما می از گند افغانی بیشتر استفاده میکنه، منظورم لباسای افغانی خامک هست، حالا چرمه هست، یا لباسایی که روزمره استفاده میکنن مثل حجاب است و چپن است و سرپتلی و چیزای دیگه. خب نظر به اینکه برند ما زیادتر امو فوکسش بالای لباس های افغانی و گند های افغانی است، نظر به اینه زیادتر از لباس های افغانی استفاده میکنم، ولی بعضی هایی که مثلا فرمایشات داشته باشن از لحاظ حجاب و بعضی از پیران های محفلی و اینا هم، اونا نظر به اون فرمایش خود بر ما آردر میتن و ما قبول میکنیم سفارششان و دوباره برشان ارسال میکنیم. آها، یعنی برتان کتلاک میره فرمایشات که به این شکل هر کتلاک که بر ما میارن ما نظر به کتلاکشان همو چیزه، یعنی فکس کتلاک برشان آماده میکنیم. بسیار خوب. اهدافتان با این ده چی است که بخیر دیگه چی کارا رو باید انجام بدین؟ هدف ما باینده ای است که اولی که بتونم همین کار آنلاین خود خیلی گسترش بده و دومی که بتونم یک آدرس حضوری به خود بسازم. جز ایزه که من آنلاین کار کنم باید حضوری هم کار کنم. بله. در پلوی آنلاین و سیومی که من باید یک کارگاه 100% آماده کنم برای دختر خانمایی که یعنی چی هم سن ما هستن، چی بزرگتر، چی خوردتر، چی خانما هستن که کار میخواین و کارگاهی باشه که به اونا یک یعنی شغل زایی کنه برشان، یعنی شغل فراهم شوه. دیگه هدف مهم و معمی است و اینکه خودم به خود افتخار شم. دقیقا، ما باعث افتخار ما و خانواده تان همچنان هستیم. ماشاءالله در این سن خورده که شما گفتین قدر کار بزرگ انجام دادین، طبعا که باعث افتخار هستین. خب به هدف نیاز است، باید هدف داشته باشیم. بلکه سن مهم نیست، بگفتی بعضی هدف مهم است. یک هدف است. دقیقا. خب از چقدر پول آغاز کردین شما؟ خب راستش من هر باری که به هر کس بگویم باور نمیکنه. من کار آنلاین خود شروع کردم، حتی 5 افغانی نداشتم. راستش من در خانه بودم، فقط یک نظریه در فکرم اومد که من حال در خانه هستم باید چی کار کنم. وقتی که
چون هرچی بود بازار میرفتم میدیدم قیمت ها رو برام معلوم بود، تصمیم گرفتم که من اگر خودم دخانه اول شروع کنم چی میشه. وقتی که امروی خود یعنی حسابی کردم دیدم که یعنی میتونم، بعد از او امروی کمک دوستا تانستم که به کارگاه برستم. زمان اونجا به قرارداد رفتم، اونجا به پیسه من ضرورت نداشتم، صرف قرارداد امضا کردم امرویشان که امروی کمک همکاری اینجا کردن بدون پیسه. و اولین بار که مثلا من سفارش گرفتم از او هر فایده که من یعنی فایده خوب داره برام مانده بود دیگه، باز اونم قدر پول که از اون دوباره پس سر سرمایه گذاری کردم که امروز خوب است دیگه. اولین لباس رو که خودتان طرح کرده باشین کدام لباس بود، چگونه بود؟ اولین لباس که خودم طرحش کردم لباس محفلی بود، برنگ لاجوردی، یعنی لباس بود که در محفل پوشیده میشد. بعد از اون یک لباس افغانی بود که مکمل دامن چرمدوزی که متاسفانه من از او عکس و ویدیو ندارم، ولی حتما در آینده انشالله می داشته باشم، که دامن چرمدوزی داشت و بالا خامک دوزی بود و تمامش کار دست بود، یعنی یک دیزاین جدید بود دیگه. بعد از او هر چقدر که مثلا مشتری ها سفارش بتن و کتلاک بتن نظر به او باشون آمده. آها بسیار خوب. میخواستم بپرسم از اینکه شما یک دختر خانم موفق فعال هستین، هستن دختر خانم هایی که به گفته شما در خانه هستن و نمیتونن که کدام را باید انتخاب بکنن تا اینکه به اهداف خود برسن موفق باشن؟ نمیشه گفته های شما چی است؟ چگونه میتونن یک دختر خانم موفق شود؟ از کدام راه ها باید پیش برن؟ خب مهمتر از همه این است که یک هدف به خود تعیین کنه. بدون هدف هیچ جایی نمیرسه، تا هر قدر بگه من میخوام ولی هدف به خود که تعیین نکنه نمیشه. و این که نه به خوبی های کس یعنی تمرکز کنم، نه بدی هایی کس، یعنی نه پشت کس بگرده و نه اجازه بده کس پشتش گرد بزنه. فقط اینه مقا خودش و خدایش و همون هدفش باشه، صرف هدفش مهم است. وقتی هدف داشته باشی همه چیز پیش روید باز میشه. اما اگر منتظر ازی بودی که فامیل نمیمونه، برادر، خواهر، مادر، پدر، همسایه یا محیطم، نی میگه هر جایی که باشی باید خودت شگوفه کنی. گل در هر جای باشه خودش شگوفه میکنه و تو باید قصد گل باشی که در هر قسمت باشه شگوفه خودش. آها، ما شما دو نوع هدف داریم که کوتاه مدت و دراز مدت است. شما چگونه تعیین کردیم براتون؟ والا من خب اول کوتاه مدت بود، یعنی فکر میکردم که اگر نشه، یعنی بدون از اینکه من خود یعنی مایوس بسازم ازش میگذرم، ولی وقتی که وارد شدم دیگه ای بر من ماند که جز از اینکه من دیگه آرزو هم دارم یک هدف و یک آرزوی می باشه که من ایره باید تا آخر ادامه بتونم. یعنی فهمیدم از زیر دست بودن که در خودت سر دست باشی بهتر است. دقیقا. در آغاز یک تجارت داشتن پلان چقدر مهم است؟ آیا هست یا خیر؟ داشتن پلان 100% مهم است. حتی اگر هیچ چیز نداشتی، یک قلم یک کتابچه داشته باشی، اما یک حرفی هم که در دلت آمد باید نوشته کنیش، که دوباره اگر هر چی باشه فکر انسان فرق میکنه، میگذره، یاد آدم میره و در جامعه ما بسیار گپا است. اما زمانی که رو نوشته میکنی در روز بادم که بخونی، اما را که بخونی پس دوباره مو فکر در سرت میه. اما مهم است که یعنی یک کتابچه داشته باشی، یک افکار امو نوشته کنی بیش خود، یعنی یک یادداشت داشته باشی. مهمترینشون همین است. یک فرد که بخواه تجارت پیشه شوه، آیا لازم است که باید آموزش ببینه و یا اینکه اندازه پول باید داشته باشه برن آغاز بکنه، و یا راه های دیگه هست میشه که از زبان شما بشنوید؟ خب جان فرق میکنه، یعنی تجارت در اصل باید رشته است که باید بخونی. یعنی با یک تجارت پیشه موفق و زمانی که بخوای برسی باید درسش مکمل بخونی. ولی اگر کسی یعنی امکان ازیره نداره که درس بخونه، ولی تجارت به این هم است که به نمره مکتب یعنی نمیبینه که تو در مکتب چند نمره گرفتی که حال تو تجارت پیشه شوی. مهمی است که فقط مو فکر و ذهن بزرگ داشته باشه، یعنی کوچک نباشه فکرت، و بتونی به خود سر خود اعتماد داشته باشی که من میتونم اینمی کار خود کرده. مهمترشان همی است. و این که به سرمایه هم فرق میکنه، هر تجارت یعنی یک جایگاه، یک نیازمندی خاص خود می داشته باشه، ولی اگر کار ما باشه نظر به مو تجربه خود، یعنی من هیچ سرمایه‌ای نداشتم. نظر به این شاید سرمایه زیادتر ضرورت باشه، زیاد و زیاد همون هر چقدر باشه، از 2000 افغانی زیاد ضرورت نداره. هم یک لباس که تو طراحی کنی و بفروشی، زمانی که همون یک 100 افغانی هم از اون فایده بگیری، سر 100 افغانی خود پس دوباره که تو سرمایه گذاری کنی از 100 افغانی به یک لگت افغانی میشه. آها بسیار خوب. در یک جایی که باید شما تنها لباس تهیه بکنید، در پلوش میشه که
مثال دسکولایی که برای خاطر لباس استفاده میشه یا بوتایی که افغانی هست و لباس استفاده میشه، همچون اهدافی را دارن که در آینده به خیر استفاده بکنن بسازین؟ بسیار خوب فکر است و من میره در نظر خود دارم، ولی چون من کارگاه دارم یعنی در آنلاین است فرق میکنه، بعضی مشتریایی که از خود افغانستان باشه اونقدر نمیخواین، ولی اگر از خارج از کشور باشه اونا میخواین، یعنی همه چیز از یک جای بگیرن و مثلا به ذوق علاقه زیادتر به می لباس های افغانی و صنعت افغانستان دارن. ولی یک مفکوره و یک ذهن خوب است که من دارم که در آینده زمانی که اگر من آدرس حضوری داشتم امرا با لباس حجاب های عربی می داشته باشم، که درست است که از کشور خارج وارد میشه ولی چیزی است که مردم میخواینش، و همچنان حجاب هایی است که خود افغانستان جور توسط مردم افغانستان جور میشه، همچنان دسکول های افغانی است و بوتا و پیزار و اینا و زیورت آلات افغانستان اینا هم می باشن. آها سلامت باشین. دو سوال میپرسم یک جا. طبعا که شما میخواین اهداف دارین که در آینده به خیر تجارتتان توسعه بدین، درست است؟ در مورد برام بگوین و همچنان در مدت 4 ماهی که شما تجارت یا کار را آغاز کردین چی تغییرات وارد زندگی شما شده؟ اولش که یعنی میخوای میره گسترش بتم کار خوده، چی آنلاین باشه چی حضوری، باید در یک جایی برسم که سرش خود افتخار کنم. و دومی که من از دری 4 ماه خیلی تغییرات زیاده داشتیم، چون زمانی که من شروع کردم حتی موبایل من نداشتم، گفتنش یعنی خوب نیست که کس باورم نمیکنه، ولی من رو صاحب موبایل هستم. اون روز من نمیتونستم قبل از اینکه کار شروع کنم یک چیز بدل خود بخرم ده. ولی امروز میتونم بدل خود بخرم، چون چی است من زیر کارفرما یعنی زیر دست کس نبودیم. یک تغییرات خیلی بزرگ است. یک تغییرات خیلی بزرگ. سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت ما رو در برنامه پذیرفتین. اگر توصیه دارین برای خانم‌ها، پیام دارین، پس بفرمایید میره بریم. تشکر از شما که مرا لایق دیدین در برنامه تان. یک پیام خاص همی است که فقط هدف داشته باشن، چی خرد چی کلان، یعنی محدودیت سنی نداره و حتی محدودیت فردی هم نداره. من نمیگم که فقط خانم ها، حتی پسرا هم یک هدف خاص داشته باشن، با قصه گپ مردم نباشن که اونا برشون خوب میگه یا بد میگه، در هر صورت به مو هدف خود برسن. در آینده فقط امو گفتی آمیانه و گورتن و گورز با خود باشین و بس پشت خود بگردین بس. سلامت باشین. جهان سپاس از شما. گران دوستان د تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم چې ته د دېدم پر لمون سره وایو زموږ د خبرونو برخه مو لیدلې. راځي چې لنډ دمه واخلو او به تر اگر زو د ګلبنګ استډیو ته. شروع برای مغز همیشه سخت و دشوار هست، اما ادا مدادن خیلی راحت هست. اگر ما میخواییم دوستان عزیز کار را آغاز بکنیم، در آغاز ما رکمه که تنبلی میگیره، کوشش بکنیم که این تنبلی باعث نشه که ما از کار خود باز بداریم یا باز شویم. ادامه بتیمش مطمئن باشین که وقت ادامه بتیم کار با ما خیلی راحت میشه. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همچنان من مهماندار هستم که خوشبختانه جوان مستعد فعال احمد شاداب سروری که مربی فن بیان هستن در برنامه ما حضور پیدا کردن و قرار صحبت داشته باشیم. دوستان عزیز، مرتبط به تاثیرات انتخاب های والدین بالای فرزندان، که قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام، خیلی خوش آمدید سروری صاحب. صبح شما بخیر. در جاده هموار دویدن هنرش چیست، مردانه دویدن هنرش در خم و پیچ است. درود و عرض ارادت دارم خدمت شما، خدمت همه بیننده های عزیز. امیدوارم عالی و تندرست باشند و ان شاء الله یک روز پر انرژی را آغاز کرده باشم. قربان شما سلامت. شما چیگونه آغاز کردین روز را؟ خدا شکر عالی. همیشه وقت عالی. عالی و عالی ترین شکر. ورزش میکنین؟ خدا شکر. کدام رشته؟ بیشتر دوست دارم رشته فوتبال و بعد خود جیم. جیم فوتبال بسیار خوبه. دو رشته خیلی خوبه که من همچنان برش علاقمند هستم و گاه گاهی فوتبال میکنم و جیم هم همچنان میرم. و متاسفانه که در وجود من تغییرات وارد نمیشه. استعداد چه شاید نداشته باشه. شاید اما یک چیز باشه. خب میریم به برنامه میپردازیم سروری صاحب. میشه که در نخست به من یک مقدمه بودی در موردی که نقش والدین در ساختار آینده فرزندان چگونه میباشه؟ اولین مکتب ساختاری برای فرزندان در یک خانواده بله. و اولین مکتب معرفت برای فرزند در یک خانواده خود خانواده هست. دقیقا. و همان والدین که پدر و مادر هستن. زمانی که در حقیقت ما در کل در نظر میگیریم رشد و خودکفایی و یا به بسی رسیدن یک فرد، از وجود و تاثیرات و کلمات و همچنان انتخاب ها و همچنان جامعه است که در او اولین بار رشد کرده و زندگی کرده. به عنوان یک مثال واضح‌تر برسان بگویم، خانواده مرحله انتخاب های از خوب و یا بد یک طفل است. اگر در یک خانواده یک طفل با وجود بیاید یا به دنیا بیاید و او خانواده به شکل گنگ صحبت کنند با اشاره، طفل هیچ وقت روی سخن نبیاید مگر اینکه تا
یعنی زمان تولد شده لال نیست، گنگ نیست، چون تربیت درست از طریق کلمات نمیشه. اما زمانی که در یک خانواده به وجود میاد و به دنیا میاد که با او صحبت میشه، صحبت در نظر گرفته میشه، بعد او طفل طریقه صحبت کردن یاد میگیره. پس طفل اولین مکتب معرفت و اولین مکتب تربیت کردن والدینش میشه. بله، انتخاب های والدین سروری صاحب چقدر میتونه که به شخصیت از او طفل تاثیر داشته باشه به نظر شما؟ انتخاب های والدین که متاسفانه و شکر بختانه بگیم که امروز در جامعه افغانستان تانسه کلن عزت نفس و اعتماد به نفس را از بین ببره. زمانی که انتخاب میکنن اصلا استعداد، اصلا خواسته ها و اصلا نیازهای امو طفلشان فرزندشان در نظر نگرفته، فقط به خود فکر میکنن. گویا فکر میکنن که اگر هر چی فکر بکنن و هر کاری صورت بگیره مرتبط بر اوناست. نه خیر، یک مدت زمانی به شما ربط میگیره. بعد شخصیت یک فرد اگر بدون عزت نفس و بدون اعتماد به نفس شود، یک فرد خجول و یک فرد که خجالتی برش است، فرق شرم و حیا رو نمیفهمه، فرق مثلا احترام و عزت نفس خود رو نمیفهمه، فرق حرمت گذاری به دیگران و زیر بار رفتن دیگران رو نمیفهمه، اینا وقتی به حالت میاد توسط انتخاب های والدین، طفل و یا فرزند در آینده کسی میشه که فقط بردی دیگران، و یا بگویم یک فردی که اصلا داره عزت نفس نیست، اصلا مثلا اعتماد به نفس بالای خود نداره و اصلا بالای خود حاکم نیست که چی باید کرد، و حتی که خیلی وقت به خاطر انتخاب های والدین از نیازهای خود میگذره. بله سروری صاحب، شغل و تحصیلات یک کار یا یک موضوع خیلی مهم در زندگی هر فرد ما هست. مطمئنا انتخاب های والدین چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی شغل و روی تحصیلات، بخاطر که بعضی هستن که تحمیل میکنن بالای فرزندان خود، میگن که باید تو یک انجینر شوی در آینده، اما در حالی که فرزندشان اصلا به انجینری علاقه نداره و مکمل به یک رشته دیگه علاقه‌مند هستن، چقدر میتونه تاثیر مثبت و منفی داشته باشه؟ خیلی عالی. ببینید زمانی که در یک خانواده روی مثلا شغل تحصیل نظر میگیره، بچه فلانی طب خونده تو باید طب بخونی، دقیق، بچه فلانی انجینری خونده تو باید انجینری بخونی، فلانی خوب انگلیسی صحبت میکنه تو باید انگلیسی یاد بگیری. ببینید ما باید ببینیم واقعا همون نفری که ما باید لاش یک چیز تحمل میکنیم و اجبارا میگذاریم آیا از عهدهش برآمده میتونه نمیتونه. فرض مثال بچه فلانی رشته طب خونده، دارایی خوبتر داشته، چیزای خوبتر خورده، فضای امنتر آرامتر برش بوده و خیلی صورت های دیگه برش مساعد بوده، ولی یک دکتر شده، یک طب خونده. خب مایی که شاید اونم طفل آیکیوش فرق بکنه، اونم فرزند خانواده ذهنش فرق بکنه، شاید اونم فرزند خانواده اونم موقع و موارد مساعد نباشه، امکانات مساعد نباشه، شاید استعدادش در رشته بله، دیگه بله. باشه. زمانی که وارد امورش نمیشه، چون به دل خود نرفته و شور اشتیاق و علاقه خود نرفته، یک چند روزی میره، ولی یک بین سمستر دوم، سوم، چهارم، پنجم ترک میکنن. حالا چرا من خودم شخصا خیلی از شاگرد پرسان کردیم چرا فلان چیزا میخونی؟ والا میگه به خاطر که مادر جانم دوزاره، مادر پدر جانم دوزاره. خب خیر ببینید تو به خاطر پدر مادرت چیزا میخونی، ولی من خودت متوجه هستم که داخل سال داخل کلاس رو میبینم 20% با شور اشتیاق نمیگی، ده دقیقه نوخت میگی، پنج دقیقه هم که وقت رخصتی میمونه بسیار راحت از پیش کلی که پیشتر کتابات جمع میکنی آمادی رفتن هستی. تو اگر به شور اشتیاق خود و به انتخاب خود میامادی، ده دقیقه وقتر میامادی، ده دقیقه هم نوختر میرفتی و 1001 سوال از ما میکردی. چون به شور اشتیاق خودت نامدی و انتخاب والدین بوده، اجبارا به خاطر والدین میخونی و او زمانت میتی میره. به صراحت برات میگم هر زمانی که ما به اساس انتخاب یک فرد دیگه یک چیزی رو میخونیم آینده نداره، چون که ما او آنچنانی که باید تلاش بکنیم نمیکنیم، چون میگیم باش که یک بار است و یک گپ است اثر برطرف شه که این خفه نشه، مادر از من آزرده نشه، پدر آزرده نشه، ولی کار نمیکنیم که واقعا از اون بعد نتیجه بگیریم. همچنان کنار شغلش تو فرض مثلا میخوای یک کار آغاز بکنی، یک رشته رو دوست داری که بدهش کار بکنی، مخالفت هایی هست، من نمیخوام، من یه دوست ندارم. خب من قرار است 5 سال بعد با تو نباشم، 2 سال بعد با تو نباشم، تضمین 5 سال بعد ما کی میده؟ بله، من که میخوام یک کار انجام بدم، دو تجربه بگیرم، بعد بتونم رشد بکنم، هر چی دیگه که باشه. خب 5 سال بعد مرا میتونی تضمین کنی؟ تا 5 سال بعد مرا تو مثلا میتونی امکانات برام فراهم کنی؟ نمیتونی. پس بگذاریم هر کسی به نوع خودش، هر کسی از طریق شغل خودش، سیاهی سفیدی خوبی خرابی هیچ کس به هیچ کس ربط نداره. داستان خیلی برازنده ام هست، میگه یک طفلکی مکتب و مدرسه را دوست نداشت، ازش پرسان کردن چرا دوست نداری؟ گفت به خاطر شغل مادرم.
گفتن شغل مادر چی است؟ گفت مادرم صفاکار مکتب مدرسه است، وقتی شاگردان مرا میبینن بهم تمسخر میزنن، کو فلانی مادر تو صفاکار صنفای دستی ماست، به این خاطر است من نمیخوام مکتب مدرسه ام برم. ببینید براهای زندگی کردن دیگر رو دست نزنیم، براهای تحصیل دیگر رو دست نزنیم، براهای کار دیگر رو دست نزنیم. خب هیچ چیزی برای ما نقش نداره. حتی اگر نفر مقبول باشه بدرنگ، حتی نفر ثروتمند باشه غریب، اگر نفر واقعا 100% تالنت یا استعداد داشته باشه سفر، برای ما هیچ فرق نمیکنه، ولی بگذاریم که هر کس برای به نوع خودش روش بکنه. دقیقاً سروری صاحب، خانواده که من حیث اولین مکتب است و یک کودک یا یک فرزند عمو خانواده، حالا وقتی که مادر و پدر انتخاب می داشته باشه به فرزند خود، این فرزند پیش خود یا به خود این تلقین کرده یا میکنه که خب پدر مادر ما میفهم از ما کده بیشتر، بعدا میره اونو مسیر تعقیب میکنه، در جریان راه یا در جریان مسیر خسته میشه و راهش میکنه به قول شما. حالا این فرزند چگونه باید تشخیص بده که انتخابای پدر و مادرش درست است یا خیر؟ ببینید خیلی ما نکته برداری خیلی خوب داریم. ببین ما از خود یک الگو برداری کنیم، یک بار از خود بشنیم، من که فلانی شاداب هستم، در چه موارد استعداد دارم، چه مشکلات را دارم، لست استعدادها و توانایی تو لست بکن، مشکلات تو لست بکن، بعد انتخاب بکن. هیچ وقت نمیتونی فقط با یک 5 روز بعد. اهداف ما برای یک 2 روز یا 1 سال 2 سال نیست. وقتی تو یک مسیر را انتخاب میکنی تمام عمر و یا مدام عمر تو اون را میری. و این خاطر وقتی که تو استعداد بسنجی، استعداد داشته های تا، معرفت های تا، راه های رشد پیشرفت و مشکلات هم در کنارش، هیچ وقت در انتخاب های اشتباه نمی کنیم. و دو چیز هم یک چیز در نظر بگیریم که ما که انتخاب داریم، یکی نیازهای خود داریم و در کنارش خواسته ها داریم. این که یک کسی می خواه ولی نیازش نداره و او را انتخاب میکنه اشتباه میکنه. من که بچه دارم نیاز واقعی دارم، نیاز من انتخاب نکنم، برم خواسته شوقی چند روزی خود انتخاب کنم، آینده ندارم و به جایی نمیرسم. خیلی والده نمی کار میکنن. حالا حتی که متاسفانه رسم رسوم شده که اگر سفره دسترخانه فیلن تقنیه و الگو برداری شده سر دسترخانه فیلن این چیز بود، باید در میمانی برای ما همین چیز باشه. اشتباه هست، تو نیاز برش نداره، او تو نیاز تو نیست، او خواستی تو هست. بله. و بعدا تو را به اساس اون مشکلات تو را چرا تزلزل بر زندگی میکنه و بیانگیزه بودن بر زندگی میکنه. به نظر من خیلی خوب است پیش از اینکه یک والدین یک چیزی رو برای اولادش انتخاب بکنه، از اون مشوره بگیره، او را بشونه. پسرم، دخترم، آیا فلان چیزی را که ما با تو انتخاب کردیم دوست داری؟ عاشقش هستی؟ نیستم. ما یک چیز دوست داریم. من مثلا این فلانی دوست دارم، فقط دوست دارم اگر مثلا دیگه بگویم که یک گل ما دوست داشته باشیم میکنیم، بو میکنیم. پنج دقیقه بعد اون طرف بندازیم، تمام شد. ولی اگر ما یک چیز عاشقش باشیم، گل عاشقش باشی، آب میتی، کود میتی، نر میکنی، بیخش هر روز را پاش میتی، میشوری که گل رشد بکنه. اگر فرزندت عاشقش هستی رشدش بده، اگر نه که ریشش هم میکنی میره بله. بربادش میتی، تو فقط دوستش داری. بله. در کل یعنی باید ما خودمون انتخابای خود بر اساس مشوره یا توانایی های خود کشف بکنیم و روی از کار بکنیم، مطمئنن که موفق میشیم. خب جناب سروری، والدین چه اشتباهات رایج را در تصمیم گیری های خود مواجه میشن؟ اشتباهات معمول کدام ها هستن و این اشتباهات چگونه میتونه که بر رشد فرزندشان صدمه وارد بکنه؟ در زمان طفولیت یک مثال برده ها برتون میتونم که مشخص شد. در زمان طفولیت معمول خانواده ها قیاس دارن، مقایسه میکنن کودک را، فلان کار را که ما برات میگم نباید بکنی، مثلا در جمع بزرگا صحبت نکنی، تو هنوز طفل هستی، تو هنوز خرد هستی. نه خیر، زمانی که تو طفلت ها سو وقت نمیتی مثلا یک مفکوره، یک ایده خود را بیان بکنه، این انتخاب تو اصلاف شماست. او در آینده یک فرد بیجرات و یک فرد ترسو و بزدل و به عنوان مثال کمیشه در برنامه گفتیم مرغ قدقوتی به بار میره، فقط 2 ساله در گوشه یک بیشنه، تمام نگه، هیچ چیز نکنه، هیچ کاری انجام نده و وقت نمیتیم که کارهای بزرگ انجام بده. مثلا میخواد یک ترموز یا گیلاس آب از اینجا ببره و رکسلی برایش محکم میزنه. بله. میگم اینه مثلا، چون باید ترس غیر واقعی مواجه شدن، یک پوشتی را انتخاب بده بره اونجا بخوابه، ما یک سلی محکم برایش میزنیم و او را بسیار راحت پرتاب میگیم، میگیم برو از اونجا بگیشه. و چیزی که زیاد من دوست ندارم در افغانستان این کار، خیلی ازش رنگ میبرم، طفل سرپا میاد به جایی که بگذارن حرکت بکنه، بیفته به زمین بخوره، بیفته به زمین بخوره که استاد شدن یاد بگیره، یک نفر از شانش محکم گرفته، یک نفر از شانش محکم میگیره، نفر اون پیشروش پشتش ساز، یک تون پیشروش مداریگری میکنه، پاپای این قسم نمیتونیم از نکردن برای یک نفر یاد بدیم. بگذارین خودش زمین بخوره استاد شود، بگذارین که افگار شود و بفهمه که این راه اشتباه است، این کار اشتباه است. امیل حضرت چرا کمک نگیریم؟
خب کمک بالاخره کمک تا چه زمان؟ خب یک مدت زمان باید کمک بگیریم تا خودمون که وقتی ما معمولا ما شما بررسی میکنیم خانواده ها عادتشون هست وقتی که یک طفل میفته هزار یک رقم دلیل دیگه پیش میکنه مرچه را کشتی ای را کشتی او دادم اما فکر میکنم من قاتل هستم نگردم یا شروع کردم خیلی هست کفتیزم ده نفر دیگه مرا بلند میکنه نی بگذارین کفتاد خودش بلند شوه قدرت ساچدن یاد بگیره در دوران نوجوانی هم انتخاب های داریم تو باید فلان مکتب نری تو باید فلان کار نکنی اگر تو میخوای تجارت بکنی تو باید نباید بکنی تو اگر میخوای کدام شغل آزاد داشته باشی نباید داشته باشی تو اگر میخوای یک سخنران شوی نباید شوی چون تو ما پدرت هست و من مادرت هست میفهم تو نمیتونی ما با اعتبار ترین کلمات پیش ما پدر مادر هست ولی تو اینا ده نفر مرا بگه شاید تو بدبخت هستی ما باور نمیکنم ولی در خانه برو مادری که مرا زاده و بالاخره بزرگ کرده که میگه بدبختی شاید باور بکنم چون اون مادر ما هست او از من از همه که مرا بیشتر میشناسه وقتی که تو والدین در دوران نوجوانی بر مو نوجوان خانوادید مهلت تجربه کردن مهلت رزق پذیری مهلت شغل زایی مهلت تحصیل انتخاب رشته و مهلت انتخاب یک مسلک واقعا حرفه‌ای رو برش نمیتی آینده هم ازش انتظار قهرمان بودن نداشته باشی دیگه او در اندازه فرق میشه که تو انتخابش کردی و دوران جوانی متاسفانه انتخاب های همسر به انتخاب دست پدر مادر شده ما نمیفهم که او خانم به خود که شوهر میگیره به پدر مادر شوهر میگیره یا برای خودش و یا ای بچه‌ای که زن میگیره زن برای پدر مادر میگیره یا برای خودش فلانی میگه که بچه‌م اگر دختر فلانی رو نگیری یا بچه فلانی رو نگیری شیر من نبخشیدیم در کجای اسلام ما میگه کلمه رو داریم امیر در اسلام برای من نشان بتین کجای اسلام برای من گفته که من باید اجباراً یک نفر کیره بگیره خب مثال میتونم یک غذا رو دوست نداری میخوری چی میشی مریض میشی یک لباس رو دوست نداری میپوشی راحت نیستی پس چی انتظار داری؟ یک نفر از طرف خودت به عنوان شوهر من خبر ندارم فلانی 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 نفر آمده گل فلانی داده خود نفر خبر نداره این چی پس ما میتونیم زندگی رو بسازیم؟ بله سرور صاحب یک شوخی هم بکنیم شما به انتخاب خود ازدواج میکنین یا میگذارنش به انتخاب پدر مادر؟ آه او دیگه باز بحث شد چی میگن؟ دختر برنامه رو میاله در خانه دیده مشکل نداره خودش هم میفهمن کل اگه خبر دارید مشکل نیست بسیار خوب. خب میشه در مورد انتخابای درست همچنان اشاره داشته باشیم که انتخابای درست کدام ها هستن یعنی پدر مادر باید از کدام انتخابای درست را به فرزند خود تحمیل بکنه تا فرزندش در آینده یک رشد بهتر و خوبتر داشته باشه چی در زمینه تحصیل و چی در زمینه خانوادگی بیشترین چیزی که میتونه نقش داشته باشه در موثر بودن و در آینده با یک فرد سر و با شعور بله با قهرمانی و یک فرد شجاع و دلیر بودن فکر میکنم خانواده ها بیاین انتخاب های درست بر اساس چند کاتگوری داشته باشن بفرمه. اولی که بگذارن یک نظرگیری بکنن که در تمام موارد چه خوردنی شروع چه پوشیدن تا الی انتخاب یک رشته و یک هدف از طفلشون نظر بگیرن بعد از اینکه نظر گرفتن مشورت گرفتن یک مشوره کامل در بین هم داشتن انتخاب ها را بسنجن که فرد شجاعتش از بین نره قهرمانیش از بین نره عزت نفسش از بین نره اعتماد به نفسش از بین نره این انتخاب ها مهم است از نظر من اگر خود فکر بکنی که در آینده یک فرد به یک جای برسه ولی در کنار از یک به یک جای برسه ولی عزت نفسش اعتماد به نفسش شعورش منطقش زیر سوال بله. فکر میکنم بدد نمیخوره انتخاب های والدین بر اساس مشوره اولاد سلام با خود اونا باشه و میتونه که آینده خوب داشته باشه تشکر. در غیر از اون فکر میکنم قربان شما بخیر بشین پیامتون خیلی کوتاه می داشته باشه پیام فقط همی است که بین یک خانواده های نیکلیار فامیلی یک خانواده مستقل داشته باشیم و اجازه ندیم که یک فامیل دوردست بله. در خانواده ما دخالت بکنه و با نظرات پوچ پراگنده و یا خرابش خانواده ما را از بین ببره و ما یک فرد ظالم و یک فرد واقعا بد بالای خانواده خودمون شدیم سلامت باشید تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردید قربان شما خب هموطنان عزیز مطمئنم که خانواده ها پدر و مادر در انتخابای ما نقش می داشته باشه و خیلی احسن میشه که نقش داشته باشن بخاطر که مایی که خام هستیم انتخابایی که می داشته باشیم با مشوره نیاز می داشته باشیم 100% باید مشوره بگیریم از پدر و مادر و کسانی که در چهار اطرافمون هستن و بعدا باز بریم اقدام بکنیم خب دوستان عزیز میون برنامه کوتاه می داشته باشیم در ادامه برنامه گلبانگ با همکار خیلی خوبم نظیمه جان میرزاد که بخش امروز را خدمت شما تقدیم می
باز آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و احساسهای خوبت، تو باشی شادی و یک دنیا سلامتی. سلام های مرا هم پذیرا باشین، صبحتان بخیر. انشالله که یک صبح و یک روز پر از سعادت و خوشبختی را آغازگر بوده باشین. بیننده برنامه گلبانگ هستین. خوشحال هستم که در این بخش خدمت حضور شما هستم با تقدیم کردن یک بخش دیگر از برنامه همروز. امروز همچنان رویدادها، اتفاقات و واقعهای مختلفی که در دنیا رخ داده، در افغانستان و در جهان، از روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه خدمت حضور شما آماده ساختیم. خوب است یک جا همراه شویم روی بسته تصویری که همکاران عزیزم زحمت کشیدن آماده ساختن، یک جا با هم تماشا کنیم که رویدادها از چه قرار است و چه اتفاقات رخ داده. با ما دوباره در استودیوی گلبانگ باشین. رویدادهای تاریخی 23، 24 و 25 ماه اسد. تصرف شهر پکن چین توسط 4 کشور. در 1900 میلادی نیروهای اعزامی قدرت‌های وقت آلمان، ژاپن، انگلستان و فرانسه وارد شهر پکن پایتخت چین شدند تا به قیام میهن دوستان چینی پایان دهند. این قیام در تاریخ به نام مشت زنان معروف شده است. این قیام بر ضد مبلغین مسیحی، دولت چین و غصب زمین‌ها و دارایی‌های روستاییان صورت گرفت. این جنبش از سوی اتحادیه جوانمردان مشت زنان رهبری می‌شد. شرکت کنندگان شورش مشت زنان متشکل از دهقانان، پیشوران، کارگران، صنعت حمل و نقل و طبقات از افراد شهری بودند. تولد عبدالمجید زابلی، مؤسس اولین بانک در افغانستان. عبدالمجید زابلی فرزند عبدالحکیم در 1896 میلادی در هرات باستان چشم به جهان گشود. عبدالمجید زابلی به صورت عملی در قسمت بازسازی و بنیانگذاری اقتصادی افغانستان کارهای اساسی انجام داد و سیستم بانکداری مدرن را در افغانستان بنیان نهاد. زابلی یک شرکت سهامی به نام شرکت سهامی هاشمی را تأسیس کرد که بعداً در 13-12 هجری شمسی این شرکت سهامی به نام بانک ملی افغان مسما و به حیث اولین بانک در افغانستان عرضه وجود کرد که عبدالمجید زابلی مسئولیت ریاست آن را به عهده داشت. صدور نخستین جواز رانندگی در جهان. در 14 اگست 1893 نخستین جواز رانندگی جهان در فرانسه که از همان روز در آن کشور شماره گذاری موتر و آزمایش رانندگی جهت صدور جواز اجباری شده بود صادر شد. پس از فرانسه این کار در سایر کشورها اجباری شده است و اولین جواز را هم کارل بنز دریافت کرد. در 1903 میلادی کشور آلمان هم داشتن جواز رانندگی را الزامی کرد و این قانون را به اجرا گذاشت. زادروز جان لوگ بورت، مهندس بریتانیایی، مخترع تلویزیون. جان لوگ بورت مهندس و مخترع اسکاتلندی بود که به عنوان یکی از مخترعین تلویزیون از او یاد می شود. جان لوگ مخترعی بود که برای اولین بار مفاهیم نمایش تلویزیونی را به جهان معرفی کرد. او اولین نمونه تلویزیون را در 1926 میلادی به نمایش گذاشت. علاوه بر این، وی اولین لامپ تصویر الکترونیکی تلویزیون رنگه را نیز اختراع کرد. جان لوگ به دلیل دستاوردهای گوناگون در فهرست‌های زیاد از افتخارات علمی و مهندسی اسکاتلند و بریتانیا ثبت شده است. خوش
خوش آمدین مجددن. رویدادها و اتفاقات زیاد در دنیا رخ داده بود. دیدیم و از جمله خبری که میخوایم روش صحبت بکنم تصرف شهر پکن چین بود که در اون زمان یک شورش و یک نهضت بسیار بزرگ در چین آغاز شده بود که ایره به نام جنبش مشت زنان یا هم به نام قیام بوکسورها همچنان معروف بود در چین و دلیلش هم این بود که در اون زمان اوضاع چین نامناسب بود، موضوعات مختلف اونجا اتفاق میافتاد، از جمله وضعیت نامناسب چین، غصب زمینای روستاییان و مبلغین مسیحی که میخواستن اونجا باشن و تبلیغ بکنن، همی باعث ای شد که مردم چین ایالت را قبول نکنن و شروع بکنن به یک قیامی که به نام مشت زنان معروف شد در تمام دنیا. و این زمان رخ داد که مردم چین نمیخواستن دیگر در همچون شرایط زندگی کنن، اما این هرج و مرج زیاد را در چین و در سراسر مملکت یا می کشور چین روی داد و کشورهای مختلف که تقریبا 8 کشور دنیا بودن برای که این قیام را متوقف بسازن و در چین حضور داشته باشن به چین آمد که کشورهای مختلف مانند آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و چند کشور دیگه و حدوداً اینا 20,000 نیرو با خودشان آورده بودن تا بتونن این جنبش را متوقف بسازن و چین به مو یک حالت یا روال عادی خودش بر بگرده. اما در اون زمان به خاطر اینکه اینا نتونستن این موضوع را به سادگی امکان پذیر نبود، شکنجه، بریدن سر انسان‌ها از موضوعات بود که در اون زمان بسیار عام شده بود و بالاخره زمانی که این جنبش خاتمه پیدا میکنه و همی 8 کشور نیروهایش در اونجا حضور دارن، باعث از این میشه که اونا یک جریمه بسیار سنگینی را هم بالای کشور چین وضع بکنن که تقریبا 20 سال طول کشید تا اینا بتانن امو چین امی جریمه را که بالایش وضع شده بود به کشورهای متعددی که در اون زمان به خاطر متوقف کردن این شورش به چین آمده بودن انجام بدن و بالاخره این شورش و یا این قیام را متوقف بسازن. خبر بعدی ما همچنان در رابطه با تولد عبدالمجید زابولی، مؤسس اولین بانک در افغانستان است که زابولی در شهر هرات متولد شد، تحصیلاتش در تاشکند ازبکستان با پایان رسان و در ممالک مختلف به تجارت مشغول بود و استعداد خاصی در تجارت داشت که به همین دلیل هم تانست که اولین بانک را در افغانستان تأسیس بکنه و بتونه که موفق شود. از افتخارات و کارهای عمده ای که زابولی انجام داد تأسیس اولین بانک در افغانستان بود، صادرات قرقال، امی فابریکه قند بغلان و شرکت اسپینزر هم از همچنان کارهای عمده و بنیادی زابولی بود که در افغانستان انجام داد و او را از موفق ترین چهره ها در قسمت عمران و آبادی اقتصاد افغانستان می دانند، چون واقعتش هم زمانی که من تاریخچه شد و یا هم بیوگرافی زابولی را مطالعه کردم این را مشاهده کردم که کارهای خیلی زیاد را انجام داده، چون فرصت برنامه محدود است، ما خواستم که چند تا از کارهای عمدهش به شما بیان بکنم، ولی کارهای زیاد را بر افغانستان انجام داد که در نامش در تاریخ به ثبت رسانده و بنیانگذاری اولین بانک مدرن هم در افغانستان با سرمایه 35 میلیون افغانی که معادل میشه به 35 میلیون دلار ببخشن مدل میشه به 35 میلیون دلار او زمان اینا اولین بانک را در افغانستان تأسیس کردند که امروزه همچنان فعالیت های زیاده داره و ما شاهدش هستیم و اصلاحات زیاد دارن برای که ما چطور یک بانکداری منظم داشته باشیم، چطور مردم را با سهولت ها فراهم کنیم و چطور مردم بتونن استفاده کنن از خدمات شایان و ارزنده آقای زابولی بود که انجام داده بودن. دوستا خبرهای همروز همچنان همقدر بود برای امروز و تشکر از اینکه در این بخش مرا همراه و بیننده بودین تا هفته جدید که انشالله با خبرهای دیگر از دنیای تاریخ افغانستان و جهان خدمت شما برمیگردم. شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. انشالله که در اخیر هفته هستیم، روز چهارشنبه هست، بعد از پنجشنبه انشالله روز جمعه همچنان بتانین که از رخصتی خوبتان استفاده بکنین و تلاش بکنین برای که یک هفته خوب را آغاز کر باشین. ممنونتان از این که در این بخش مرا همراه بودین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره در استودیوی گلبانگ با همکاران خوبم همراه باشین. اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد،
و یا کار بکن که قابل نوشتن باشد. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همچنان من مهماندار هستم که خوشبختانه جوان مستعد و فعال در برنامه هستند که ایشان مشخصا دکلماتور و گرداننده رادیو تلویزیون هستند که قبل از همه سلام و صبحشان بخیر، البته اسمشان فراموشم شد، که عثمان احمدی هستند. سلام، صبح شما بخیر، خیلی با برنامه خوش آمدید. علیکم السلام. به نام خدا. الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان. الهی دانایی دی که از راه نیفتیم، بینایی دی که در چاه نیفتیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما جناب مدیری موفق حبیبی صاحب عزیز، خدمت همکارانتان در بخش تکنیک، و یک سلام گرم خدمت همه بیننده های عزیزی که شبکه جهانی یک و برنامه گلبانگ را بیننده هستند. صبح همه تان بخیر باشد. قربان شما، آغاز خیلی عالی و خیلی دلنشین. سلامت باشین، ممنون لطف شما، خیلی خوشحال هستم که در کنار شما مجری موفق قرار دارم. سلامت باشین، تشکر. همچنان میشه که در نخست یک معرفت از شما حاصل بکنیم، خود را یک معرفی بکنین به ما. سلامت باشین، بنده عثمان احمدی، یک تن از شهروندان و باشندگان فعلی و ولایت هرات هستم و در بخش کارهای فرهنگی و اجتماعی همچنان در هرات و در ولایت فعالیت داریم. بسیار خوب. ما میخوایم که پرسش آغازین را این گونه است شما بپرسم که چی چیز خودت به سمت دکلمه کشون؟ جناب حبیبی صاحب، طبیعتاً هر کس یک شوق اشتیاقی دارد در خود، در زندگی خود. خودم شخصاً بیشتر در یعنی زمانی که شعر دکلمه میکنم و در عمق و معنای شعر میروم، یک احساس خاصی برای من رخ میده. به همون دلیل یک شوق و علاقه خاصی در بخش دکلمه شعر دارم. از اشعار که شاعرهای از هرات هستند و از ولایات هستند و از کشورهای دیگر هستند دکلمه زیاد میکنم. بله عثمان جان، خودت گفتی که کارهای فرهنگی در هرات میکنی، میشه که در مورد وضعیت کارهای فرهنگی در هرات با ما اشاره داشته باشی؟ جناب حبیبی صاحب، همان گونه که شهر هرات یک شهر علم و فرهنگ است، دقیقاً جوانانی هم همچنان به علم و فرهنگ و ادب و اجتماع علاقه خاصی دارند. باید گفت که یعنی مدتی می شود که یعنی جوانان قبلا در زمانی که تازه امارت اسلامی آمده بود، متاسفانه کمی شور و هیجان در جوانان در بخش کارهای فرهنگی اجتماعی کمتر شده بود، ولی خوشبختانه فعلا ما در هرات می بینیم که جوانان دوباره شوق علاقه خاصی در بخش کارهای فرهنگی، فن بیان و دکلمه و بزمهای شعری که دوستان ما در هرات برگزار میکنند علاقه خاصی نشان میدهند. الحمدلله خیلی خوب است برنامه‌های فرهنگی اجتماعی در هرات، و ما شاهد هستیم که روزانه حداقل هفته یک دو تا بزم و روزانه یک صنف فن بیان و شعر و دکلمه در هرات برگزار میشه و دوستان ما دارند. بله عثمان جان، خودت از چه زمانی به دکلمه کردن آغاز کردی؟ یعنی مشخصا سالش یا ماهش یا روزش یادت هست؟ جناب حبیبی صاحب، باید به شما گفت که دقیقا حدود یعنی 7 سال میشه که ماشاءالله 7 سال میشه که البته اوایل آهسته آهسته شروع کردیم. متاسفانه یعنی مشکلات زیادی هم برخوردیم در این راستای برنامه های فرهنگی و شعر دکلمه. خب باید گفت که فعلا هم ما خود را یک دکلماتور نمیگیریم، ولی گاهی اوقات از امو احساسی که برای ما رخ میده یک شعر دکلمه میکنه. نه خواهش میکنم، صدایتان خیلی گوشنواز هست. سلامت خیلی خوب باشی. تلفظ می داشته باشین. نظر لطف شماست. میخوایم که بپرسم چگونه تکنیکای دکلمه را باید فرا بگیریم، یاد بگیریم، چگونه شما استفاده میکنین از این تکنیکا؟ جناب حبیبی صاحب، وقتی که شاعر یک شعر را مینویسه، همو احساس خود را بیان میکنه. دکلماتور باید کوشش کنه که همو احساسی که در شعر هست، حداقل اگر نمیتونه که 100% بروز بکنه، حداقل 50-60% از همو شعری که شاعر گفته بروز کنه، در یعنی بیان کنه در همو دکلمه‌ای که انجام میده. بله عثمان جان، خودت که گرداننده رادیو هستی، ان شاءالله که گرداننده موفق هم شما هستی، ممنون از شما. چگونه بررسی میکنی حالا که در تلویزیون هستی، مصاحبه داری امروز؟ ما چطور؟ این سخت است یا رادیو؟ جناب حبیبی صاحب، یعنی ما همراه دوستا هر سالی که یک بار در کابل تشریف میاریم یا در هرات که هستیم، خوشبختانه در تلویزیون هم ظاهر میشیم. یعنی برای ما، برای شما واضح تر بگم، خیلی عادیه
یعنی سال قبل اومدیم در شبکه‌های متفاوت رادیو سخت است یا کار خب رادیو قسمی است که یعنی تصویری نیست، صوتی است، فقط صدای ما یعنی بروز میشه، یعنی کدام استرس نسبت به تلویزیون نداریم، یعنی استرس تلویزیون که شبکه ظاهر میشه نسبت به رادیو کمی سخت‌تر است. میشه که در مورد ویژگی‌های یک گرداننده خوب همچنان صحبت بکنیم و اشاره داشته باشی که یک گرداننده خوب دارای کدام ویژگی است؟ دقیقاً یک گرداننده دارای یک صدای زیبا و سیمای زیبا مثال شما حبیبی سید قربان شما خواهش میکنم. و هر گرداننده یک ویژگی خاصی داره، بعضیا در بخش صدا یک ویژگی خاصی دارن که زمانی که صدایشان رو میشنوی با وجه میای، یعنی لذت میبری از صدایشان. بعضیا سیما و صورت زیبایی دارن در بخش گردانندگی، بعضیا پوشش لباس زیبایی دارن در بخش گردانندگی. قربان شما سلامت باشین. دکلمی اگر باشه میشنوی. سلامت باشیم. یک شعر دکلمه میکنم در وصف تقریبا زندگی هست، مشکلات زندگی. بفرمایید. ممنون. گریه کن گریه کن، عیبی ندارد، دل سبکتر می شود، در گلو بغضت بماند، چشم دل تر می شود. زندگی بالا و پایین دارد، اما چاره چیست؟ گر بخواهی گر نخواهی، زندگی سر می شود. حسرت شیرین و تلخ زندگانی را مخور، هر چه در پیشانیت باشد مقدر می شود. زندگی مانند یک آینه شفاف نیست، برخلاف آینه گاهی مکدر می شود. پرتلاطم مثل دریا، زندگی یعنی خطر، گاهی آرام و گهی موج ستمگر می شود. سطح دریا را رها کن، قعر دریا دیدنی است، سنگ هم در قعر دریا مثل گوهر می شود. زندگی دارد شباهت های بسیاری به جنگ، زندگی دارد شباهت های بسیاری به جنگ، هر نبردی گاه گاهی نابرابر می شود. هر نبردی گاه گاهی نابرابر می شود. همه ما در زندگی مشکلاتی داریم، اگر گفته عزیزان ما میم مشکلات حسب بکنیم، مشکلات میشه شکلات زندگی. باید بعد دکلمیتون بگوییم به به. سلامت باشیم. ممنون. سلامت باشیم. سلامت باشیم. میشه که پیامتون هم داشته باشیم. سلامت باشیم. اولتر از اینکه سپاسگزاری میکنیم از شما، از برنامه زیبای شما، از شبکه زیبای شما که برای جوانان همچین شرایطی در این شرایط فراهم میسازند و گفتنی برای عزیزانی که در داخلش کشور و بیرون از کشور هستند، بیایی دست به دست یکدیگر داده و این وطن را آباد بسازیم، چون این وطن به من، به حبیبی سای و امثال شما نیازمند هستن. ممنون. سلامت شما باشید. تشکر ازی که با برنامه ما تشکر باشید. قربان شما. خب هموطنان عزیز، قسمی که عثمان جان عزیز در دکلمه خود اشاره کرد که زندگی یک جنگی هست یا زندگی مانند جنگ هست، خیلی دقیق، زندگی جنگ هست. پس چی خوب است که ما تکنیک های جنگ را یاد بگیریم و تا بتانیم که در زندگی خود پیروز شویم و چیزی را که میخواییم فتح بکنیم. خب دوستان عزیز، میان برنامه کوتاه می داشته باشیم، در ادامه برنامه یک گلبان. عزیزان دل، بازم سلام و صبح دوباره تان بخیر باشه. امیدوار هستم که همه ایتان داره صحت کامل بوده باشین و سپاسگزار هستم از هر دو همکارم خالد جان و همچنان نظیمه جان که بخش برنامه خود تقدیم شما خوبان کردن. حالا در بخش برنامه خود هستم و با خود مهمان داریم از طریق اسکایپ که خانم صدف یوسفی، حافظ قرآن، نویسنده کتاب مسیرهای روشن، با ما هستن از مالزیا. سلام و صبحتان بخیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. به جهان خرم دانم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام.
درود و رحمت خدا ما و برای تمام بیننده های تلویزیون شما. صدف یوسفی هستم، 16 ساله از ولایت پروان، حافظ کل قرآن کریم و نویسنده کتاب انلایتن پکس توی مسکن های روشن. خیلی خوشحال شدیم از معرفی با شما و خیلی خوش هستیم که با شما صحبت می داشته باشیم. همچنان یک موضوعی که ما تازه آگاه شدیم در مورد کتابتان، در اون مورد هم صحبت های می داشته باشیم. در نخست بازم شما را خوش آمدید میگیم. میشه بگوین که در کشور مالزیا چگونه هست زندگی در آنجا؟ زندگی در مالزی خوبه، یکم هوا گرمه، بسیار خوب. بسیار خوب، یعنی خوش میگذره، خوب است؟ خوبه دیگه. آها، دور از وطن بازم در هر کجایی که باشی آدم دق میشه و پشت خاک خود، پشت وطن خود دلتنگ میشه، درست است؟ آها، خب خوب است که صحبتهای بیشتر روی کتابتان داشته باشیم. برای ما معلومات بتین در مورد کتابی که به چاپ رسیده یا خیر و یکی که در دسترستان هست. فکر میکنم کتابتان به چاپ هم رسیده، یک ویدیو بسیار کوتاه هم داریم ما که همکارای ما به نشر میرسانن. میشه که شما روش صحبت بکنین، معلومات بتین برام؟ این کتاب درباره ارزش ها و اخلاق اسلام و قصه های شیرین پیامبرا که چگونه آنهایی اخلاق ها را در زین پیاده کرده و چگونه ما باید پیاده کنیم و همچنان آیتین از قرآن کریم که چقدر تأکید کرده موضوع ها و اگمو این موضوع ها را فالو کنیم یک زندگی پر از خوش و آرام بشه. بسیار خوب، چقدر عالی. چی مدت زمان می شد که روی کتابتان کار کردیم و بالاخره به چاپ رساندیم؟ یک و نیم سال میشه. و چقدر وقت میشه که به چاپ رساندین؟ حدود در روز من میخوام یک جایی کتاب بخونم، یک بله البته بفرمایید. چرا نه، در انگلیسی میخونم بعد معنیم. خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. اول یک حدیث خیلی زیبا از پیامبر، درست است؟ صلی الله علیه و سلم در این کتاب که می فرماید هر کار مهمی با بسم الله شروع نشود ناقص است. آها. The Quran teaches us that purpose in life is to worship Allah and to seek His pleasure. It encourages us to reflect on the kind of Allah's creation and to fulfill our responsibilities as His was genius on earth. It also emphasizes the importance of developing a strong connection with Allah through prayer, remembrance and obedience. Additionally, the Quran highlights the significance of fulfilling our duties to others, such as being kind to our parents, caring for the needy, and treating others with fairness and respect. It emphasizes the value of seeking knowledge, both religious and worldly, for the betterment of ourselves and the world. Quran از میتد که حتی ما در زندگی عبادت خداوند و جستجوی خوشنودی اوست. بله. این کتاب مقدس ما را تشویق میکنه تا بر نشانه های آفرینش خدا فکر کنیم. بله. با وظایف و عنوان جانشین او در زمین را به خوبی انجام دهیم. بسیاره. همچنین برقراری ارتباط قوی با از طرف نماز و قابلی و اطاعت تاکید. به علاوه قرآن تاکید ما باید با دیگران مهربان باشیم و والدین ما بگذاریم، به نیازمندان کمک کنیم و با دیگران به شفقت و احترام برخورد کنیم. همچنین اهمیت جستجوی دانش هر دو دینی و دنیوی و استفاده از آن برای خود و جامعه را. تمام شد؟ بله. بسیار عالی، بسیار زیبا، واقعا که خیلی موضوعات مهم و موضوعات زیبا را در این کتابتان گنجانیده بودین که ما را هم مستفید ساختین و ما هم به خوانش رساندین. جهان سپاس از شما. فکر میکنیم یک لکلن دکلومه یا هم یک شیر زیبا را انتخاب کردین که به ما به خوانش میگیرین، درست است؟ بله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با تو قرآن بخوان تا شود روح و با حق آشنا. قرآن بخوان ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد. ای بشر، یاد خدا آرامش دل می دهد. دردمندان آبو از قرآن بخوان. دام ها گسترده شیطان در مسیر عمر تو، تا که ایمن باشی از این دام ها.
دردهای ما فراوانند و درمانش کجاست؟ مؤمنین را میدهد هر دم شفا قرآن بخوان. رسل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن بدان و دل صفا قرآن بخوان. افرت احمد قرآن نمیگرد جدا، تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. گفت پیغمبر دین از هر کسی خطاست، تا ابد روح تو پابند حیا قرآن بخوان. ای که روحت سخت پابند غم دنیا شده، می کند قرآن تو تا غم رها قرآن بخوان. چقدر عالی. دردهای من فرامان و فراوان و درمانش کجاست؟ قرآن بخوان. خیلی زیبا، خیلی عالی. جهان سپاس از شمایی که دعوت ما را پذیرفتین و صحبت‌های خیلی خوب و خیلی شیرین داشتیم. همچنان من می‌خواستم که بیشتر از این روی کتابتان صحبت داشته باشیم، بحث داشته باشیم، ولی متاسفانه وقت برنامه ما کم است. انشالله در برنامه آینده باز هم شما را با خود ما می‌داشته باشیم. پس حالا تشکر می‌کنیم از شما، اگر حرف و پیامی دارین پس بفرمایید. قرآن بخونید که قرآن همه چیز را به شما می‌آموزد. بدون شک، بدون شک. جهان سپاس از شما، یک دنیا ممنونتان. وقتتان بخیر باشه. تشکر. وقتتان بخیر. خداحافظتان. گراند دوستانو د تاسو نه هم یو نړۍ مننه کوم چې تر دې دمه پر لمونږ سره یو زمونږ د خبرونه برخه مو ولیدلې. زه هم قرار قرار د خبرونه پای ته راورسیدم. نه ګذیر باید د تاسو سره خدای پمنی وکم. تر بلې خبرونه چې تاسو په چوپړ کې ازرګ تاسو یوازې وبخون کې خدای تر سپارو. خو هیر منیش چې مننه کوم د برند تولیدی بلک دایموند بابت ای که لباس های ما را در برنامه تهیه میکنن. اگر شما هم دوست دارین پس سر بزنین و از لباس هایی که تهیه میکنن انتخاب بکنین. تا دیدار بعد و برنامه بعد، بدرود. برگشتیم دوستان عزیز، در ادامه برنامه با شما هستیم و سپاسمند همکار خیلی خوبم آرزو کاکر که بخش برنامه را خدمت شما تقدیم کرد و در این بخش برنامه استودیوی گلبانگ باز هم مهمان داره که خوشبختانه عبدالله صدیقی کارمند وزارت زراعت تشریف آوردن و قرار است دوستان عزیز صحبت داشته باشیم مرتبط به پژمردگی فیوزاریومی بادنجان رومی. قبل از همه سلام و صبحشان بخیر. سلام جناب استاد، خیلی به برنامه خوش آمدید، صبح شما بخیر. در نخست سلام خود را تقدیم میکنم به حاضرین در تالار و بینندگان تلویزیون یک. سلامت باشین، تشکر. من دوست دارم بدانم شما صبح را چگونه آغاز میکنین؟ معمولا به خوشی آغاز میکنیم، شکر است. و امروز خوش هستیم که روز آزادی و استقلال است. بله، خرسند هستیم. سلامت باشین، تشکر. میشه در مورد مرض پژمردگی فیوزاریومی بادنجان رومی صحبت داشته باشین که این مرض چه نوع مرض است؟ این مرض عاملش یک زندجان بسیار کوچک ذره‌بی نیست که به چشم غیر مسلح قابل دید نیست، با جز میکروسکوپ و ای به چشم دیدن نمیشه. و عامل این مرض در خاک هایی که در زمین هایی که بادنجان روبی، خاندان کدویان و بادرنگ و حبوبات به شکل متکاثف و انبو کشت میشه، این مرض در خاک وجود داره و بسیار خطرناک، یکی از خطرناکترین و مضرترین عامل مرض است که بادنجان رومی را مرضی میسازه و حتی که مرض پیشرفت بکنه سبب منهدم شدن مزرعه میشه. بله صدیقی صاحب، در مورد خساره گفتین، چگونه میتونه که این مرض خساره وارد بکنه به نبات؟ این چون در خاک وجود داره، از طریق ریشه ها و ریشه های منشعب جانبی داخل ریشه میشه و از حجرات ریشه بالاخره یو برو میکنه، سبب سیده شدن ریشه میشه و بالاخره در قسمت های ساقه چوبی خود میرسانه، انساج زایلم سبب انسداد انساج زایلم میشه، مواد معدنی، آب، منرال ها نمیتونه که به قسمت های بالایی نبات برسه و بالاخره سبب پژمردگی ها میشه و نبات نمیتونه عملیه بیولوژیکی و فیزیولوژیکی خود درست انجام بده و بالاخره سبب خساره و پژمردگی و خشکیدگی و از بین رفتن نبات بالاخره. بله صدیقی صاحب، در مورد علائم و نشانه های
مرض پژمردگی فیوزاریومی بادنجان رومی همچنان اشاره داشته باشین که کدام ها هستن؟ یکی علائم است، یکی نشانه است. نشانه خود عامل مرض است که بچه‌شون دیده نمیشه. یکی علائم است که بچه‌شون قابل دید است و دیوقین محترم علائم متوجه میشن. علائم در ریشه، ساقه، برگ برچه بروز میکنه و قابل مشاهده است در جریان فصل نمویی. وقتی که دیاقین محترم از باغ نظارت میکنن متوجه علائم میشن. علائم چطور متوجه میشن؟ علائم از زمانی که نبات پژمرده میبینن باید اینجا هوشیار شون و بیدار شون که چه مشکل رخ داده. البته یک نقطه باریکی را متوجه بسازم که پژمردگی فرق میکنه با تشنگی. وقتی که در زمان گرمای روز ما به مزرعه میریم، البته حرارت آفتاب سبب باشه که پژمرده شده، شاید مرض نباشه. ما در بین شام دیگر باید تشخیص بکنیم که نبات تشنه است یا مریض است. بله صدیقی صاحب، در مورد روش های کنترل اشاره داشته باشین که از کدام روش های کنترل کننده دهقان عزیز ما استفاده بکنیم، البته در فصل نمویی که نباتشان به این مرض مبتلا نشه. در جریان فصل نمویی چند نکته مهمه باید در نظر بگیرن. بفرمایید. یکی ای که بوتر خاک بتن که چونی ریشه را متاثر می سازه. وقتی که ما خاک میتیم، یعنی ساقه را در ساقه خاک بالا میکنیم که اصلاح دهقانیشی است که باید بوته های بنیانی خاک داده شوه. ساقه ها که در خاک پت میشه ایجا ریشه های ثانویه تشکیل میشه. اگر ریشه های زیرین متاثر شوه اینجا دیگر ریشه تولید میشه. یکی گیاه ارزا را کنترل بکنن، رطوبت کنترل شوه، کود حیوانی را استفاده میکنن بگذارن که خوب خشک شوه تا به شکل تازه سبب امراض میشه. و همچنان آبیوری را باید صبح و شام بتن، در گرمای روز آبیوری نکنن، غرقاب نکنن چون سلامت باشه، رطوبت حفظ شه. تشکر. پیام اگر داشته باشین کامری مدر خدمت شماست. پیام ما به دیاقین محترمی است که همیشه اینا طور به مزرعه خود بازدید داشته باشند، طور مواظبت بکنن. بله. مثل که یک مادر طفل مواظبت میکنه. دقیقاً. به این شکل زمانی که کدام مشکلات را میبینن یک سمپل بگیرن و به دکتر نباتی مراجعه بکنن در مرکز، در ولایات، ریاست‌های زراعت ولایت در خدمتشان است. بعد از تشخیص اینا بالاخره اقدام بکنن به معالجه و بالاخره به عملی کردن. تشکر. سلامت باشین. تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردین. متاسفانه که وقت برنامه ما محدود است. انشاءالله در برنامه های بعد صحبت می داشته باشیم. تشکر از شما همچنان. قربان شما. بخیر باشین. دوستان عزیز، فراموشم نشه که تشکری بکنم از برند فروشگاه کلاسیک که لباسای ما را امروز اسپانسر شدن. اگر شما میخواین که همچنان برین و لباسای شیک دریافت بکنین، مراجعه بکنین به فروشگاه کلاسیک که آدرسشون شهر نو، پارک مال، منزل دوم. حتما برین و لباس بخرین و شیک باشین. تا دیدار بعد دوستان عزیز، همه شما را به خداوند یکتا و منان امانت می‌سپارم.